به، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه، دوشنبه آغاز هفته و دوشنبه‌ای که میتونیم در خدمت همه شما خوبان و نازنینان همراه بشیم با جناب آقای مهرداد سه دستگری. اجازه بدید که در همین مقدمه عرض ادب و احترام داشته باشیم، با آقای سه دستگری خوش آمد بگوییم و تشکر کنیم از حضورش در برنامه. آقا درود بر شما. درود بر شما و تمامی بینندگان و شنوندگان شما در سراسر گیتی. عزم به حضور شما که این هفته اتفاقات عجیب و غریب افتاد. یه لحظاتی دلار یه مرتبه گذر کرد از 5000 تومان، ولی دوباره ریختن و یه در در بازار دوباره جمشید بسم الله و جلوی سبز میدون و اینا گرفتن و هم قیمت ارز هم قیمت طلا هر دو یه قدری فروکش کرده. چه اتفاقی افتاده آیس دستگری؟ از کجا اینا تامین کردن و علتش رو در چی میتونیم ببینیم؟ بفرمایید تا بشنم. ببینید، دلیل اصلیش اون بخشنامه اصلی بانک مرکزی بود. البته اینو بگم که پس از اینکه اینها به قول معروف به شیوه سرکوب پلیسی روی آوردن و بگیر و ببند را انداختن تو پاساژ افشار و پاساژ تو سبز میدون و چهارراه استانبول، خیلی ها رو گرفتن و خدمت شما عرض بکنم که قیمت سکه و دلار تو زیرزمینای این پاساژ تعیین میشد و یه سری حسابا رو باطل کردن و یه سری صرافا رو پلمب کردن. از این قضیه شروع شد. اما این قضیه شدت گرفت که شبش بانک مرکزی یه چیزی بود، ساعت 8 شب هفته پیش بود، یه دستورالعملی گذاشت مبنی بر اینکه ما مجموعه از اوراق اسناد خزانه رو میفروشیم، مثل اوراق مثلا مشارکت یا همچین چیزایی، که اینها خدمت شما عرض کنم یه سریش سود کوتاه مدت داره، یه سریش سود بلند مدت داره و پیش فروش سکه میکنیم. که من راجع به این قبلا مثلا میخوام صحبت کردم و این خیلی چیز خطرناکیه. مثلا به مردم من پیشنهاد میکنم که سمت این داستان تحت هیچ شرایطی نرن، برای اینکه ورشکسته است. ببخشید کلامتو قطع کردم، بفهمید. نه دقیقا، منم همون رو شنیدم، حالا میخوام اون قضیه رو باز بکنم. ببینید اتفاقی که میفته بین این ستا، اتفاقی که افتاده، بانک مرکزی اعلام کرده سود 15%، اما این سود اوراق اعلام کرده 20%. یعنی ما الان اینجا وحدت رویه بین آخرین دستور بانک مرکزی که 15%ه و این سود 20%ی که اینا گذاشتن ما نداریم. این خودش یه نقطه ابهام داره. مشکل بعدی اینه که اینا زمانی که بخوان تسویه بکنن بر اساس میانگین آخرین قیمت هفته تسویه میکنن. احتمالی که خود فعالان بازارها دادن و خود منم تماس دادم گفتم حتما بگو، اینه که احتمال داره اینا شیطنت بکنن، یعنی تو اون یه هفته آخر قیمت دلار رو یا بیارن پایین موقعی که بخواد به تصفیه برسه، یا بیارن پایین یا ثابت نگه دارن که از سود مردم کاسته بشه. اتفاق دیگه ای هم که در حوزه بانکی وجود داره اینه که الان اینا اومدن قول خودشون سیاست تثبیت بازار ارز رو تو بازار ارز به کار گرفتن، اما سیاست ثبات ارز رو تو بازارهای مالی نگرفتن. یعنی این چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که الان افتاده، الان بورس پیش بینی میشه که توی همین هفته که ما الان هستیم، هفته شمسی نه هفته میلادی، یعنی امروز بورس سقوط کرد. البته خیلی نبود، 193 واحد بیشتر نبود. این سقوط کرد. این احتمال وجود داره که اگر نخواهند این بسته ای رو که الان اعلام کردن تکمیل بکنن، احتمال داره، نه که احتمال داره، یعنی واقعیت داره که بحران به بخشای دیگه بره. و این اتفاق بیفته. این دستورالعملی هم که در خصوص بحث پیشفروش سکه اینها اومدن رعایت کردن، یه چیزی دو روز اول یه چیزی حدود 13000 قطعه فروش رفت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ مردم پولاشونو از حسابای کوتاه مدت رفتن، یه سریشون این اوراق خریدن، یه سری هم سکه خریدن. خب یعنی پول نمیگیره، سود نمیگرفتن، ولی الان قراره پیشفروش سکه و سکه اینا بکنن. بعد این اتفاق تو با مابقی بازار طلا، یعنی بخش زیورالات و مصنوعات طلا، اتفاقی که افتاد، رکود رو الان تو بازار طلا تشدید کرده. یعنی الان شب عید بوده، مردم خب یه بخشی میرفتن مصنوعات طلا و خدمت شما از کنم طلای ساخته شده میخریدن، الان به واسطه افزایش نرخ ارز و خدمتتون عرض بکنم که این
پولایی که به سمت بازار سکه رفته اونجا دچار رکود شده، یعنی اینا هم این قسمت دچار دست انداز شدن. حالا میگم ما باید ببینیم که این سیاستش کجا میره، با توجه به اینکه گرانی اسفند شب عید برای دلار هنوز شروع نشده و تو اردیبهشت ماه هم ما همیشه یه پیک افزایش قیمت داشتیم. حالا باید ببینیم که اینا تا کجا میرن، ولی این سیاستی که آقایون الان اعمال کردن، سیاست منتقل کردن از این شونه به اون شونه درد، من بعید میدونم خیلی بتونه دوامدار باشه، با توجه به اینکه تا ابد که اینا نمیتونن پلیسا رو نگه دارن تو سبز و میرون. این پلیسا باید برن دیگه، تا ابد هم که نمیتونن مردم رو دستگیر کنن. مردم میخوان بگن دستگیر کنن که چی، شما مثلا خرید فروش دلار کردی، مثلا چه جرمی تعریف نشده که مثلا اینا مثلا چیز ارزی کردن، نشه. این دوچار این بخش هم دوچار دست انداز هستن، با توجه به اینکه سیستم بانکی هم همون فرمایش شما کماکان دچار بحرانه و این بحران هم هی داره خودشو نشون میده و این داستان ادامه داره دیگه، یعنی این بحرانه از یه جای دیگه سرباز میکنه. خیلی جالبم واسهتون بگم، همون روزی که اینا ریختن تو بازار دلار رو خدمت شما عرض کنم جمع کنن و بگیر و ببند، این پولا سریع رفت تو بازار خودرو، در عرض کمتر از 6 ساعت ماشینا بین 2 تا 30 میلیون تومان رفت بالا، یعنی این بحرانه داره میچرخه. حالا جلو ارزشو گرفتن، جلو تلاشو گرفتن، این پول یه جا میزنه بیرون و اینو ما حالا باید شاهد باشیم که ببینیم این پول از کجا میزنه بیرون. درسته، یعنی یه شرایط پیچیده ای الان. خب شب عید هم هست، بعد یه سری از آدما برای عید از ایران میرن بیرون و این بردن عوارض روی پاسپورت هم هنوز تکلیفش روشن نشده، یعنی هنوزم اون رو اجرایی نکرده و معلوم نیست که تا کی این داستان میخوان اینو نگه دارن. ولی این داستان مشارکت، اوراق قرضه مشارکت از یه دولت ورشکسته، خیلی امر خطرناک و پیچیده است و هزینه ای که اینا دارن میکنن. الان این کنفرانس مونیخ هم هست و ماجرای نمیدونم امنیت مونیخ و همه حمله کردن به ایران و ایران هم پول مفصلی داره خرج میکنه و این در حالیه که در داخل ایران اصلا زیر ساختای اقتصادی به هم پاچیده است. این ماجرای امروز هم که یه هواپیمایی در یاسوج دیروز سقوط کرد و عده‌ای کشته شدن، حالا میگن زنگ زدن، نمیدونم یه عده زنده یه عده مرده، ولی فکر نمی کنم کسی در این هواپیما زنده باشه. چیه این؟ چرا اینا به سمت این هواپیماهای فرسوده میرن؟ چرا نمیتونن این سیستم رو تغییر بدن به نظر شما؟ ببین من قبل از اینکه به پرسش اصلی شما برسم یه گزارشی بدم از وضعیت صنعت هواپیمایی. این تحریم هایی که در مدت 39 سالی که بر جمهوری اسلامی رفته خب موثر بوده. بسیاری از این ناوگان فرسوده است یا تعمیر هم میشه در حد بسیار فاجعه باریه. یعنی به عنوان مثال من با دوستی صحبت میکردم که تو اون بخش تهرانشون کار میکرد، گفته بودم من بیام بازدید ببینم شما چجوری این هواپیما رو تعمیر میکنی، گفت نه یا شما اصلا نه یا بیا این رو ببین، چون اگه ببینی وحشت میکنی، شما اصلا سوار این هواپیما ها نمیشی. دو تا اتفاق تو صنعت هواپیمایی هست. شاخص های پر شدن به ازای پرواز الان خیلی بالاست. خب تعداد هواپیماها کمه، پروازها هم کمه، بلیط ها هم حالا بالا میره، قیمت ها پایین میاد، چارتر ها اینا هست. اما واقعیت اینه که این داستان کل ماهیت سیستم هواپیمایی ایران شدیدا فرسوده است. اینا هم تلاش کردن به واسطه تحریم های تعدادی هواپیما بخرن. اون بخش اروپاش داره میده، بخش امریکاییش هم که داره زیرش رفته هوا. صنایع روسی، صنایع چینی و کره جنوبی، برزیلی و آرژانتینی هم که اینا یه سری هواپیما در استانداردهای مختلف هم دارن، یه سری پیشنهادات دادن. مشکلی که الان اینا دارن مشکل این تعمیراتشون هست و بازسازی هست که واقعا اینا دچار مشکل هست. به عنوان مثال الان هواپیماهای نیروی انتظامی
تو یکی دو هفته گذشته احتیاج به تعمیرات داشته، چون مشمول هواپیماهای نظامی ایرانه، اینا مونده بودن کجا بفرستن. اینا شماره ها رو عوض کردن و فرستادن ترکیه و یه بساطی خلاصه. یعنی این بخش وجود داره، این اتفاق وجود داره. یه بخش دیگه که اصلا صنعت هواپیمایی و صنعت توریسم تو سال دیگه دچار مشکل خواهد کرد، بخش مربوط به تقاضاست. یعنی شما الان بیاین ببینید، من آمارا رو داشتم دیشب چک کردم، همین بحث افزایش عوارض، آخرین خبری که مسئول اتحادیه صنف گردشگری تهران داشت این بود که تلقیشون بر اینه که 50% چارترها خالی میمونه. خب این 50% چارترها خالی میمونه، یعنی اون بخشی که مربوط به سفرهای خارج کشور این صنعت گردشگری ما، درآمدش میشه 50%. بعد درآمد 50% از حاشیه سودش میکاهه دیگه. شما وقتی نصف مشتریاتو از دست بدی، یعنی عملا همه سودتو از دست دادی. بعد ضرر این رو کردی. صنعت، بله، حالا چون میگم تو ایران حاشیه سود خیلی بالاست، حالا ما خیلی محتاطانه میریم، این اتفاق واسش میفته. یعنی این بخش صنعت گردشگری مثل بقیه صنایع کشور تو سال دیگه دچار میشه. بعد پیش بینی درآمدهای دولت واسه گرفتن پول از مسافرها، واسه که این افزایش عوارض تحقق پیدا نمیکنه، چون وقتی مثلا 100,000 تومان بود 4 نفر میرفت، وقتی 220,000 4 تا 100 تومان میدادن میشد 400 تومان، ولی وقتی کردن 220,000 تومان دیگه هیچ کی نمیره، حتی همون 400 تومان هم اینا از دست میدن. یعنی اینا دوچار این مشکل هم دارن، ولی خب به همون هدفشون میرسن که افزایش جلوگیری از خروج ارزه. یه چیز مطلب جالبی هم خدمتتون بگم، امروز خبری که منتشر شد این هستش که در بانک مرکزی اون 1,700,000,000 دلاری که در خزانه بانک مرکزی هست، در پالت های 1 متری که توسط هواپیما آورده شد، دستور داده شده که به هیچ عنوان به اینا اصلا دست نزنید. صدها تن، حالا صدها تن نه، اما ده ها تن شمش طلا هم در اونجا هست که گفتن به اونها هم دست نزنید. یعنی این نگرانی کماکان در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره. این رو هم اگر در کنار این اخبار هفته گذشته بذاریم که قیمت دلار حواله ای بالا رفت اما قیمت اسکناس پایین اومد، نشون دهنده اینه که کماکان این بحث خروج سرمایه از ایران هم وجود داره و این اتفاقات داره میفته که مشخصا این افزایش عوارضش اثر خودش رو روش صنعت گردشگری ایران در بخش توریسم خارجی خواهد گذاشت. و حالا ما شاهد این خواهیم بود که از اوایل سال آینده سر و صداها تو این بخش هم در میاد. آره، ولی به حال اینا مدعی هستن که دارن شغل ایجاد میکنن. خودشون دولت اعلام کرده که ما نمیم 600 هزار شغل ایجاد میکنیم. از منظر یک کارشناس اقتصادی میتونی توضیح بدی که یه دولتی که در چنین شرایط بیپولی به سر میبره و حساب و سود و زیانش کاملا به عکس و بدهکاره، چطوری میتونه شغل ایجاد کنه؟ این چیه؟ این آیا واقعیت داره اصلا هم چیزی؟ بخشش واقعیت داره، بخشش هم به دلیل سیاست های تورمی، باز کردن منافذ بروکراتیک، دستکاری خدمت شما عرض بکنم که در حساب های ملی و افزایش نقدینگی. ببینید در دولت آقای روحانی، ما اگر دولت مثلا فرض کنید اول دولت آقای احمدی نژاد، آخرش نقدینگی ها مثلا 18 برابر میشه، خب بعد دولت تحویل آقای روحانی میده، الان ما نسبت به اون 18 برابر 3 برابر شدیم. یعنی میزان حجم تولید نقدینگی دولت آقای روحانی در همین چند سال یه چیزی حدود 3 برابر دوره احمدی نژاده. خب اینو وقتی میان نقدینگی ایجاد میکنن تو بازار خرجش میکنن، این باعث ایجاد نوعی خدمت شما عرض بکنم رونق دست و پا شکسته کاذب میشه که بخشیشو تو بخش اشتغال نشون میده. و به همین خاطر هم هست که این عددهایی که میدن 600 هزار تا 500 هزار تا هست، اما دوچار مشکلن، چون ورودی جوانان جویای کاری که دارای تحصیلات دانشگاهی هستن خیلی زیاده و خروجیش بسیار پایینه و این بحران کماکان ادامه داره. خودشون هم حالا پیش بینی کردن که سال دیگه 1,200,000 نفر رو وارد بازار بکنن، که این 1,200,000 نفر با محاسبه میزان ازای تولید شغل به ازای تولید ناخالص ملی عدد عجیب و غریبه. حالا میگم باید بریم ببینیم که واقعا این آقایون چیکار میکنن.
البته سال آینده اینا سیاست های تورمی رو خواهند داشت، سیاست های تورمی بهشون کمک میکنه که دستشون بازتر باشه. باید ببینیم که این نرخ سیاست های تورمی، یعنی نرخ رشد تورم چقدر خواهد بود. در هفته آینده یه چیزی حدود 28% برخی از اقلام افزایش قیمت داشت و خب این اصلا چیز خوبی نیست. خب این ما نزدیک شب عید میشیم و هر موقع که به عید نزدیک میشیم خب قیمت های کالاها بالا میره دیگه. الان تقریبا اول اسفنده، باید انتظار این قضیه رو داشته باشیم. باز برمیگردم به یه دو تا موضوع. یکی اینکه رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرده که ما 20,000 فارغ التحصیل دکترا داریم که اینا همه بیکارن بیکار. و بله بعد برای اینا اشتغال درست بکنن، ولی اینا همینجوری دانشجو جذب میکنن. این رو چجوری میشه تعریف کرد؟ ببینید، سیاست هایی که به وجود اومد، من از ابتدای انقلاب شروع میکنم. سیاست های انقلاب یک دانشگاه دولتی و سیستم کنکور خاص قبل از انقلاب خودش رو داشت، اما تعداد جمعیت که زیاد شد و اینها اومدن نه برای تولید علم در کشور، بلکه پوشش دادن نیاز جامعه به عنوان یک احساس روانی برای مدارک دانشگاهی و تأسیس یک دانشگاهی با تفکرات راست در برابر دانشگاه های دولتی که ماهیتا معترض و تفکرات چپ دارند. اینها اومدن عملا یک کسب و کاری رو راه انداختن تحت عنوان دانشگاه آزاد اسلامی. این دانشگاه آزاد اسلامی خب با مشکلات خاص خودش شروع شد، انقدر هم اوایل وضعیت فاجعه بار بود که البته الان به فاجعه باری نیست، ولی کماکان باشگاه تولید مدرک. بعدش اومدن سیستم دانشگاه های غیر انتفاعی، سیستم دانشگاه پیام نور و جدیدن هست، سیستم دانشگاه های مجازی رو روی این قضیه اضافه کردن. در نتیجه در بخش تولید فراورده های انسانی دانش محور که فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند دچار مازاد عرضه هستند. جدیدن هم میخواهند کنکور رو بردارن چون دیگه هزینه هاش انقدر زیادتر شده. این اتفاق وجود داره چون نمیتب چون ببینید چون اون قسمت ها اگه بخوان کنترل بکنن دچار مشکلات اجتماعی میشن. اگر بخواهند این قسمت رو بخوان کنترل بکنن از منظر اشتغال و اینها دارن. اینم یکی از اون سیاست های عجیب و غریب جمهوری اسلامی، این سد زدنشون میمونه. اینقدر سد زدن که دیگه بیچاره کرد محیط زیست کشور رو. الان هم اینقدر دانشگاه زدن که نمیدونن چی کار بکنن. یعنی موقع اعلام نتایج که میشه برخی از این رشته ها خالی میمونه، با عز و التماس میان خواهش میکنن که این رشته ها رو پر بکنن، مثلا رشته های فوق دیپلم و خیلی از رشته ها لیسانسش بخش علوم انسانی تو شهرستان های کوچیک اصلا متقاضی نداره. یعنی شما خیلی راحت میتونید درجه خودت رو دانشجو فرض بکنید با توجه به اون هزینه ها. این هزینه هایی هم که گفته میشه هزینه هاش از کشور هند به نسبت به اون مدرک دانشگاهی که میدن خب بیشتره. فقط به درد چه کسایی میخوره؟ کسایی که به قول معروف توانایی خروج از کشور رو ندارن به لحاظ مباحث خاص اقتصادی، میمونند یک مدرک دانشگاهی میگیرند و وارد بازار کاری میشند که این مختصات رو که وجود نداره. بله، وارد بازاری میشن که وجود نداره. میخوام از شما یک سوال خارج از موضوع بکنم و این ماجرای این آقای استاد دانشگاه بود که گرفتن و ظرف یه هفته گفتن خودکشی کرد. این استاد دانشگاه امام صادق بوده، یعنی دانشگاهی که وابسته به سپاه و مثلا هدفش تولید مدیران دولتی بوده و روز اول که این بنیاد این دانشگاه رو گذاشتن طرح این بوده که گفتن که خب ما نسل اول انقلاب اومدیم انقلاب کردیم و نیاز داریم که جایگزین داشته باشیم، بنابراین یه سری دانشجو بگیریم خودمون اینا رو تعلیم بدیم و تربیت بکنیم. این فضای این دانشگاه چیه که بعد مخالف تولید میکنه؟ چی میدونیم از این؟ این ماجرا چی بود به نظرت؟ چرا یه استاد دانشگاه که در زمینه محیط زیست فعالیت میکنه یهو تبدیل میشه به یه جاسوس؟ چی میبینی صحنه رو؟ ببینید، در خصوص دانشگاه امام صادق توضیح بدم خدمتون. دانشگاه امام صادق دانشگاهی بود قرار بود حوزه‌ای باشد
که در آن مباحث دانشگاهی تدریس شود، اما عملا تبدیل به دانشگاهی شد که در اون مباحث حوزوی تدریس می شود. ترکیب اساتیدی که می گیرند از اساتید داخلی و خارج کشوره که در سطوح بالایی هستند، یعنی به لحاظ رتبه علمی ما نمیتونیم ایرادی بهشون بگیریم. از همه طیف ها هم مثلا میگیرن، مثلا آقای دکتر باور تا چند سال پیش هم اونجا تدریس میکنه، آقای دکتر پیروز مشتهدزاده کماکان اونجا تدریس میکنه، یا خیلی از نیروهای خارج کشوری که اساتید برجسته‌ای هستن میرن اونجا تدریس میکنن. در این دانشگاه حتی دانشجو حداقل 2 یا 3 زبان باید بلد باشن، مثلا اقتصاد رو میخونن با گرایش اسلامی، 2 3 زبان بلد هستن، اسلام هم در کنارش میخونن. از اینها به عنوان شاخه تشکیلاتی اجرایی جناح راست استفاده میشد. اوایل وابسته به جامعه روحانیت مبارز بود تا زمانی که احمدی نژاد میاد. احمدی نژاد همه اینها رو میگیره و عملا به عنوان کادرسازی میکنه و میریزه تو سیستم مدیریتی کشور. اینا یه شبکه عجیب غریبی هستند که الگوی رفتارشون الگوی ماسونیه و چون تو خودشون هم میدونن چه خبره این اتفاقات میفته. البته این دانشگاه یه دست نیست، یعنی بخش چپگرا هم داره، یعنی به عنوان مثال در جریان جنبش 88 تعداد مثلا انجمن اسلامی اونجا سمت مهندس موسوی وایساد، یا انجمن اسلامیش باز مجددا سمت آقای روحانی وایساد تو همین انتخابات، یک دست نیست. اما اتفاقاتی که میفته چون اینها از یعنی مورد تایید نظام هستن و ازشون استفاده میشه، بیشتر در معرض آسیب های نزدیکی به این نظام قرار میگیرن. آقای دکتر کابوسی هم چون فکر میکرد که به واسطه اینکه در مجموعه نظام فعالیت میکنه، ایشون اصولا جامعه شناس بود و این فعالیت ها رو میکنه، میرده وارد حوزه های خاصی بشه و ایشون وارد حوزه های خاصی شد و این بلا سرش اومد دیگه. در این خصوص هم من فقط بگم که این داستان خودکشی ایشون انقدر رنگ باخته هست، به عنوان یک فرد مسلمان اگر ایشون خودکشی میکرد، آقای باقری کنی مسئول فعلی دانشگاه امام صادق و جنازه ایشون نماز نمیخوند و این قضیه نشون میده که تو لایه های داخلی حکومت هم میدانن و به طرق مختلف این رو نشون میدن، اما خب بخش امنیتی حاکمیت میخواهد این قضیه رو اینجوری نشون بده. عجیب. یکی این ماجرای ایران و لیست کشورهایی که درش در حقیقت فساد مالی میکنن و پولشویی میکنن، اینها اینجوری که رادیو زمانه گزارش میده، میگه که احتمال دارد که یعنی آقای عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس همین امروز گفته که احتمال تعلیق مشروط ایران از لیست سیاه پولشویی بین الملل تمدید نشود. خب این چی میگه یعنی به ما؟ چه اتفاقی این یعنی میفته؟ اتفاقی که میفته این یعنی این که ببینید، اینها داشتن خودشون آماده میکردن که از لیست سیاه FATF بیان بیرون بعد وارد پالرمو بشن. این اتفاق اگر نیفته یعنی که اتوماتیکوار سیستم بانکی ایران اتوماتیکوار قسمت اعظمیش برمیگرده به دوران آغاز تحریم ها و در دوره احمدی نژاد و اتوماتیکوار یه بخش قسمت اعظمی از برجام از حیز انتفاع میفته. اینها الان واقعا میگم که اینا دچار اون دوراهی بزرگ هستن که باید تصمیم بگیرن. اگر وارد FATF بشوند که باید بشوند، یعنی عملا این مؤسسات مالی اعتباری، بانک های وابسته به نیروهای نظامی، خدمت شما عرض کنم بخش اعظمی از سهام اینها تو بورس و کارهای اقتصادی که میکنن باید شفاف سازی میشه. یعنی عملا اقتصاد ایران به 2 تکه سیاه و سفید تقسیم میشه. اگر نخواهند بشوند، باید با همون سیستم صرافی و سیستم قرن 19 همی اقتصاد رو بچرخونن که این یکی از چالش های خیلی مهمیه که من فکر میکنم که این رو هم سرخم کنن و کوتاه بیان، چون اگه نخوان کوتاه بیان که اوضاع خیلی با نرخ بیشتری فاجعه بارتر میشه. آره درسته. یعنی ما فکر میکنم 2 جلسه پیش بود راجع به این سیستم محورهای پولی اینا حرف زدیم که از این مناطق خلیج فارس دارن میبرن به سمت دیگه. یه خبر دیگه هم این بودش که نفت رو مجانی پیشنهاد دادن به هند که مجانی از ما نفت بگیر. این معنا مفهومش چیه؟
ببینید اینها با چین، هند، کره جنوبی و کشورهایی که میخوان سهم بازارشون رو از دست ندهند، اینها میخواهند یک سیستمی رو برقرار کنند که اولا از شر دلار خلاص بشن، دوما اینکه سیستم تهاتوری رو برقرار بکنن و خدمتون عرض بکنن که بتونن در ازای دادن نفت مجانی و به جاش کالا وارد بکنن. همون سیستم تهاتر کالا به کالا هست. اینها تلاش هایی هست که اینها دارن میکنن. البته مثلا برای خلاص شدن از این موضوع هم مثلا سیستم خروجی ارز رو از سمت هرات تقویت کردن، یعنی اون مابعد تفاوت نرخ ارزی که از هرات با سلیمانی میگیره خیلی معنا داره، یعنی خصوص شما حواله بخوای بخری خیلی الان به سمت فرستادن ارز از افغانستان داره میره. اینها میگم تلاش هایی هست که دارن میکنند، حالا تا اینکه چقدر مؤثر باشه، در کوتاه مدت شاید مؤثر باشه یا میان مدت، ولی در دراز مدت مجبورن که یک جام زهر دیگه ای رو که تحت عنوان جام زهر موشکی هست سر بکشن. ممنونم ازت. مسئله دیگه اینه که ما تو صحبتهای آقای امیر رئیس جمهور روحانی میشنویم که میگه که مرتب میگه که دولت کارفرمای خوبی نیست و این یعنی این که میخواد به سمت خصوصی سازی بیشتر بره و طرحهای بانک جهانی رو در حقیقت دنبال بکنه. بنی سعد میگه که اینا تو دوره بعد از جنگ هم همین طرح بانک جهانی رو دادن به رفسنجانی، ولی رفسنجانی کامل اون رو اجرا نکرد، حذف کرد بخشای مهمش رو، حذف کرد. به همین دلیل مملکت به این شیوه کشیده شد. امروز این حرفی که روحانی میزنه مرتب که دولت کارفرمای خوبی نیست، به نظر شما دنبال چی میگرده؟ ببینید اینها میخواهند یه شکلی از خودشون رو بگیرن که به بانک جهانی نشون بدن که ما میخواهیم بسته سیاستی شما رو اعمال بکنیم. اما واقعیت اینه که داستان اینه که شما داستان اعمال کردن سیاست های بانک جهانی اینه که شما تشریف ببرید پیش دکتر، دکتر 5 تا دارو واسهتون مینویسه، بعد شما 5 تا دارو رو میگیری میاری خونه، بعد بابات حزب اللهیه میگه نه این دوتا رو نخور، این دوتا حرام حرامه، در شما 3 تاشو میخوری یه کمی بهبود حاصل میکنی، ولی خب چون اون دوتاشو نخوردی بهبود پیدا نمیکنی کامل. بعد همون بابا میگه دیدی من بهت گفتم نری پیش دکتر. اتفاق اینه، یعنی الان بسته سیاست بانک جهانی رو مثلا عرض بکنم، اون بخشایی که به نفعشون هست اعلام کردن، بله ما در زمینه مباحث پولشویی همکاری میکنیم، نمیدونم سوبسید هایی رو که روی سری از کالها کماکان داریم بر میداریم، اونایی که به ضرر ملت رو خوب انجامش میدن. اما یه جایش هست که مثلا بانک جهانی گفته که آقا جون شما باید واسه کمک به زنان بد سرپرست و کمک به کودکان کار این کارا رو انجام بدید، اینا یهو فراموش میشه، اینا اتفاق نمیفته، اصلا صداش هم در نمیارن، یعنی اصلا انگار نه انگار اصلا اون تیکه نیست، یعنی تو رسانه ایران همش خبری ازش نیست، یعنی همش گفتگو میشه سر مباحث بانکی و اینا، اما در خصوص مباحث اقتصاد اجتماعی که بانک جهانی توصیه میکنه هیچ صحبتی ازش نمیکنه، هیچ، انگار نه انگار. سر خصوص مباحث اینکه باید جلوی پولشویی به صورت سازمان یافته گرفته باشه یه دو تاشو گوش میکنن، 3 تاشو گوش نمیکنن، یعنی این اتفاق میفته. در نتیجه ببینید اصلا مجموعه بسته سیاستی آقای روحانی همون مجموعه بسته سیاستی آقای هاشمی رفسنجانیه که 30 سال اومده جلوتر، 25 سال اومده جلوتر با همون آدم ها. همون اتفاق هم داره توش میفته، در اصل من اصلا خوشبین نیستم که بتوانم امر جدی اتفاق بیفته. یه روکش سبک و لایه نازکی رو اجرا میکنن، همونو به خورد مردم میدن، مردم هم که نمیدونن، مخالفان سنتی و مخالفان ایدولوژی که چپشون هم داد و هوا که آقا مملکت برباد رفت که سیاست های بانک جهانی رو اعمال کرد، در صورتی که اصلا سیاست های بانک جهانی رو اینا اعمال نکردن، اعلام کردن. درست. به حال امروز قیمت دلار 4600 تومان حدودن و این آخرین پرسش هم امروز از شما و ممنون از این فرجه‌ای که به ما دادی. با توجه به این مسئله عید که نزدیک میشه و همیشه در ایام عید تلاطم وجود داره در بازار دلار اینا، آیا فکر میکنی که اینا قادرن این دلار رو به همین و
هرچی که الان هست نگه دارن و بهها 4500 تومن هم 4600 تومن هم شما تصور بکن که یه نفر رفته فرض کنید که یه گشایش اعتبار کرده کالایی رو میخواد وارد بکنه، اون روزی که قرارداد بسته با بانک و پولش رو نزد بانک وثیقه گذاشته اعتباری رو باز کرده نزد بانک مثلا 3500 تومن بوده، الان 1000 تومن تفاوت این ماجراست. این کجا محاسبه می شود؟ این 1000 تومن که یه چیزی نزدیک مثلا 27 درصد معامله است، این کجا حل میشه؟ چجوری اینو حل و فصلش میکنن؟ آینده این دلار رو چی میبینی؟ آخه من یه نکته رو بگم، ببینید کسایی که LC باز میکنن یا اعتبارات اسنادی رو باز میکنن در این خصوص، اون بحثی رو که نرخ دلاری رو که محاسبه میکنن نرخ دلار اعلامی بانک مرکزی که البته اون هم بالاتر اومده، یعنی از 3100 تومن 200 تومن به 3600 خورده ای رسیده، این رو خب مجبورن که بکنن، هیچ کم صداش در نمیاد و یه جور این قضیه رو حل میکنن، در نهایت فشارش روی مصرف کننده میاد. این هست یعنی مکانیزم هایی هست که بتونن این کار رو بکنن. اما در اینکه قیمت دلار چه واقع بیفته، من معتقد هستم که تا شب عید از 4500 تومن پایین تر نخواهد اومد، یا روی کانال مثلا 4450 تومن تا حد اکثر 4550 تومن اگر خیلی زورشون برسه، که من بعید میدونم زورشون بشه. من فکر میکنم که یه میانگینی اگر بخوایم بگیریم قیمت دلار در بازار آزاد کف قیمت 4500 تومن در بهترین حالت تا شب عید خواهد. بسیار ممنونم، متشکرم از آقا، سپاسگزارم از این فرجه‌ای که به ما میدی. برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین دارم تا دوشنبه دیگر و گفتگوی دیگر. ممنونم آقای سدسکری، سپاسگزارم. خدا نگهدار شما، خیلی متشکرم. بها دوستان، شنیدیم گزارش آقای سیدستگری رو راجع به وضعیت اقتصاد ورشکسته نظام فاسد، نظام دزد، و اینا دارن تلاش میکنن و این ماجرای کنفرانس مونیخ هم که دنبال کنید میبینید که همه دارن حمله میکنن. روز جمعه هم در حقیقت مصادف بود با همون روزی که در سال 2003، یعنی در 16 فوریه 2003، آقای پاول توی سازمان ملل اون ماجرای صدام و داشتن سلاح کشتار جمعی رو مطرح کرد و همون روز دیدیم که خانم نیکی هیلی هم همین قصه رو در مورد ایران ساز کرد. آقای نتانیاهو در کنفرانس مونیخ قطعی از هواپیمای بی سرنشین پهباد رو بلند کرد و گفت ما تحمل نخواهیم کرد. به هر حال شرایط پیچیده است و میگم ما یه راه بیشتر نداریم، اون اینه که سعی کنیم در خارج کشور به این سازمان ها، جمعیت ها بپیوندیم، نیرومون رو زیاد کنیم تا بتوانیم با اهریمن مقابله کنیم. از اینکه این برنامه رو دنبال کردی از شما نهایت سپاس دارم. برای شما نازنینان آرزوی بهروزی دارم. ازت خواهش میکنم در معرفی سایت میهن کوشا باشید، سایت میهن تیوی رو به دوستان معرفی کن، نه تلویزیون میهن رو، سایت میهن تیوی رو به دوستان معرفی کن. در مورد برنامه های تلویزیون میهن هم لینک ها تو شبکه های مختلف اجتماعی هم از کانال تلگرام و فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس و یوتیوب میتونی دنبال کنی. آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست میهن تیوی عدد 1، یعنی facebook.com/میهن تیوی عدد 1، youtube.com/میهن تیوی عدد 1. لطف کنید برنامه ها رو از کانال میهن تیوی دنبال کنی. بعضی از آدما بنا به هر دلیلی، عشق، دشمنیه، من نمیدونم نیتشون رو، نمیدونم، برنامه های ویدیوی ما رو برمیدارن، کراپ میکنن، تو کانال های مختلف قرار میدن و بازی میکنن با این. در نتیجه شما با
خواهش میکنم از روی همین سایت میهن تیوی مسائل رو دنبال کنید، جای دیگه دنبالش نرید. و نکته دیگه، اپ میهن تیوی رو فراموش نکنید، تو اپ استور بزن mihantv.com، همین بنویسی میهن تیوی میاد بالا، اون رو دانلود کنید، به نفعتون خواهد. و مسئله مالی بزرگترین دغدغه ماست. من سعی خواهم کرد که در طول هفته راجع به این موضوع بیشتر با شما صحبت بکنم. از اینکه همراهی کردیم ممنونم. دعوت میکنم که ادامه برنامه ها رو با هم پی بگیریم. همراه ما باشید. متشکرم.